فکر میکنم این دفعه جلسه سوممون باید باشه، حتی اگر اولی رو در نظر بگیریم، که میخوام که این بحث رو ادامه بدیم و فیزیک پشت این تکنیک رو ما بیایم دنبال کنیم و ببینیم که چیکار باید بکنیم. خب بذارید با این جمله از دریک باک شروع کنیم. میگه اگر فکر میکنی که آموزش برات هزینه بره، نادانی رو انتخاب کنید. جمله خیلی جمله سنگینی، یعنی بخواید فکر کنید، به خصوص برای ماها، ببینید مثلا ماهایی که ما نشستیم، اولین چیزی که برای مهمه وقته، پس داره هزینه میکنه براش. دومی حالا درسته که مجانیه، ولی خب لیول های بالاتر امکان داره یه دوره هایی بخواید برید، هزینه میبره. توی دوستایی که شما دارید انتخاب میکنید مطمئنا به مشکل خواهید خورد. خیلی ها بگم چیه، راحت میشه به این مطالب رسید، پس هزینه بره. ولی در کل وقتی که میاد با اون طرف ترازو مقایسه میکنید، میبینید نه، اون نادانی بیشتر هزینه بره و نادانی باعث میشه که آدم یه شغل روتین داشته باشه، در حالی که یه کوچولو اگر وقت بذاریم برای کاری که انجام میدیم میشه اون اکسپرت بودن تو اون زمینه. به خصوص توی بچه های کارشناس اگر بدونید، ما چند نفری داریم که میگیم فلانی اکسپرت تو فلان زمینه، به نظر شما فلانی چقدر وقت گذاشته براش؟ شاید روزی دو تا مقاله خونده. دو تا مقاله خوندن، من روزی 15 تا مقاله میخونم. دو تا مقاله خوندن سرجم 40 دقیقه اگر وقت ببره، نمیبره. یعنی با 40 دقیقه وقت گذاشتن تو روز میشه تبدیلش به یک آدم خاص. خب امروز میخوان در رابطه با خود مگنت حرف بذاریم. به نظر من جزء بسیار مهمیه، ما باهاش کار میکنیم ولی نمیدونیم یک اجزای اون مگنت چیه، دو چجوری باید با این موجود بیجان برخورد بکنیم که کمترین تلفات داشته باشیم، بعد یه شناخت خوبی هم روی اون داشته باشیم. ما یه اسکن روم داریم که به نام مگنت روم هم شناخته میشه، خب دونستن اسمش بد نیستش. یک کابینت روم داریم که به نام اکویپمنت روم یا در واقع اتاق تجهیزات هم شناخته میشه. بعضی جاها میگن اتاق تکنیک، تا حالا من ندیدم، یعنی به لحاظ کتابی قابل قبول نیستش. و یه کنترل روم داریم، محلی که کارشناس میشینه، پزشک میشینه و تصویربرداری از اونجا کنترل میشه. میریم وارد مگنت روم میشیم، ببینیم که الان این دستگاه مگنتی که داخل این قرار گرفته شامل چه جزئی میتونه باشه و چجوری ما میتونیم یک شناخت خیلی خوبی از این دستگاه داشته باشیم، جهت اینکه بتونیم بهتر با این موجود بیجان ارتباط برقرار کنیم. ما در زمینه مین مگنتمون صحبت کردیم جلسه قبل، میدان مغناطیسی اصلی که گفتیم یه سوپر کاندکتیو، به خاطر اینکه جریان خیلی سنگینی داخل اون جاری هستش و نیاز داره که بسیار خنک باشه، اونا میاد تو یک محیط در واقع کرایوژن که حاوی همون هلیوم هستش شناور میکنن که به اون محفظه ما میگیم کرایوسات. و بعد از اون ما یک سری کویل های دیگه هم داریم، یعنی یه جوری ما میتونیم بگیم اصلا این مگنت یا امارای کویل تو کویل تو کویل تو کویله. این واقعا خالق این اثر هیچ جوری نمیشه توجیهش کرد که بیاد 5-6 ردیف کل بذاره اینا رو دستکاریش بکنه بعد بتونه به اینجور چی دست بده کنه. حالا نمونهش، ما یه گفتیم که یه میدان مغناطیسی اصلی داریم، یه سوپر کاندکتیو کویل میایم بالای اون اعمال میکنیم که همون اکتیو شیلدینگمون میشه. داخل اون که میریم دیگه میریم سراغ گرادیان ها، گرادیان کویل، بعد شیمینگ کویل رو داریم و در نهایت RF کویل، همون کویلی که میاد RF رو در واقع تولید میکنه. ما چند ردیف کویل داریم که داخل هم ادغام شده و تونسته این دستگاه MR رو برامون به وجود بیاره. میریم یه سری ترمینولوژی رو تعریف کنیم، ببینیم که اصلا واژه میدان مغناطیسی که میگن در زمینه چه اجزا و چه متریالی خوب کاربرد داره. اولین چیزی که اتفاقا فرومگنتیک متریال ها هستن که موادی هستن که اگر در میدان مغناطیسی قرار بگیرن شدیداً خاصیت مغناطیسی پیدا میکنن و بعد از قطع میدان مغناطیسی باز هم همون خاصیت خودشونو دارا هستن. یکی از مهمترین پارامترها میتونه این باشه که ما اینجا میتونیم آهن رو بگیم، نیکل و کوبالت. پس
بعد از قطع میدان مغناطیسی ما باز هم میدان مغناطیسی از اینها داریم. شما آهن اگر نزدیک بکنی به یک میدان مغناطیسی یک آهن ربا، اون میخه تا یک مدتی خودش آهن ربا میشه، میبینید که میتونه براده های آهن رو جذب کنه. اون فرومغناطیس هستش که میتونه این ویژگی رو داشته باشه. بعدی پارامگنتیک هستش. فقط تا زمانی که میدان مغناطیسی وجود داره، در حضور میدان مغناطیسی میتونه تبدیل بشه به یک مگنت، یک لیدل مگنت یا یک مگنت بزرگتر، و با قطع میدان مغناطیسی اون هم از بین میره، که حالا میتونه منیزیم باشه، میتونه مولیبدم باشه، لیتیوم باشه و یا گادلینیوم. همین ماده کنتراستی که ما داریم استفاده میکنیم پارامغناطیس هستش. پس تا وقتی که میدان مغناطیسی وجود داره میتونه از خودش خاصیت پارامغناطیسی رو نشون بده. و عامل آخر دیامگنتیک متریال هستن که گفتیم بیشتر همون مثل تیشو یا بافت بدن هستش که در معرض میدان مغناطیسی قرار میگیره، هیچ گونه عکس‌العملی نشون نمیده. حتی اون ما میتونیم بگیم ردیف های میدان مغناطیسی که ایجاد شده، اینو به هم میزنه، اینو باعث میشه که از هم دور بشه. پس این سه پارامتر توی میدان مغناطیسی توی MRI خیلی میتونه برای ما مهم باشه. میریم بحث مگنت رو بازش کنیم، ببینیم که چه کار میتونه برای ما انجام بده. خب مگنت خودش کاری که انجام میتونه، حالا میتونه به صورت هول بادی عمل بکنه، میدون در واقع MRI ازش بگیریم، یا به صورت پریفرال یه بافتی رو انتخاب میکنیم ازش میتونه MRI انجام بدیم. انواعی که وجود داره، میتونه پرمننت باشه، دائمی باشه، مقاومتی باشه، رسیستیف یا در نهایت سوپر کانداکتیو باشه، ابررسانا باشه. این سه نوع MRI رو داریم. اورینتیشن یا جهتی که وجود داره، معمولا ما افقیش رو میبینیم. تو ایران نمیدونم ما نوع ایستاده رو داریم یا نه، من فقط شنیدم ایستاده. حالا برمیگرده با اون کلاستروفوبیا، با ترسی که ملت دارن و باعث میشه که ما رجوع کنیم به مگنت های دیگه. بهترین نوع MRI که وجود داره سوپر کانداکتیوه، که یک بور داره حدود 1.5 متر طولش باشه و از اون میتونن استفاده بکنن به عنوان MRI. ولی خب در بعضی موارد که بیمار ترس داره از فضای MRI، ناچارم یا رجوع بکنم مثلا حالا به مگنت های اوپن روباز باید باشه، یا اینکه حالت ایستاده، حالت دو تا دیواره داره، بیمار می داخلش خیلی زحمت میکشه میشینه، ازش MR میگیرن تشخیص میبره. ولی خب کیفیت سوپر کانداکتیو به هیچ وجه نداره. پس دیزاینی که وجود داره میتونه به حالت تونل باشه، یا اینکه وایت بور باشه، مثلا بعضی بورا خیلی دیگه تا 80 سانتی متر میتونه کاور بکنه اون قطر تونل، یا اینکه به حالت اوپن باشه. اما در حالت پرمننت خیلی چیز جالبیه که هول و هوش 8 تا 10 تن وزن داره. یعنی اینو اگر برم بذارم طبقه دهم، تپ 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 تو خراب میشه، میاد تا پایین، خیلی سنگینه و اصلا قابل جابجایی نیستش به این صورت. ولی ببینیم حالا این چه مزیتایی داره. گفتیم این به عنوان یک آهنربای خیلی عظیمه، شما یه لیدل مگنت داری آهنربایی که میچسته رو یخچال، حالا یه سایز بزرگش در نظر بگیر. این در واقع همونه، دو تا قطب داره مثبت و منفی که روبروی هم قرار میگیرن، که توی این شکل هم شما میتونید مشاهده بکنید. و آلیاژی که داره میتونه آهن باشه یا آلیاژ های آلومینیوم، نیکل و کوبالت. این هم میتونه یه میدان مغناطیسی قوی رو به وجود بیاره. خیلی پاور یا توانی مصرف نمیکنه، هزینه نگهداری هم نداره دیگه. من نیازه، من دو تا آهنربا دارم گوشه گذاشته، هر وقت بخوام میتونم بیمار رو برم بذارم داخلش، کارشو انجام بدم، تموشه بره. دیگه هزینه نگهداری برام نداره، خنک کنندگی برام نداره، هیچی. فقط دو تا قطب آهنربا هستش که شما دارید مشاهده میکنید. پس چون هزینه نداره، خب بعضی جاها میان ازش استقبال میکنن. خود این کرایوژن، هلیومی که میخواد برای خنک کنندگی استفاده بشه، سال 92 من یادمه که یه تانکشو آوردن بیمارستان فیروزگر، کلا 50% هم پر شد، 100 میلیون گرفتن، که حالا گمون کنم با توجه به تورم اینا بخوام در نظر بگیرن، شاید میلیاردی هزینه ببرن که بخوان هلیوم اینو شارژ بکنن. و در نهایت اون فرینج فیلدی هستش که خیلی کوچیکه. فرینج فیلد چیه؟ ما یه میدان مغناطیسی داریم
داخل حالا برمون میتونیم حساب کنیم که هدف هم اینه که این داخل بر یا کانال یه میدان مغناطیسی همگن و موازی بهمون بده. خب این محدوده به این ناحیه نمیشه، اون میدان مغناطیسی که خارج از مگنت قرار داره اینو با عنوان فرینچ فیلد میشناسیم و باید تا اونجا که میتونیم اینو محدود بکنیم که احیانا عوارض یا مشکلاتی در آینده برامون نداشته باشه، که جلسه قبل در زمینه ما بحث کردیم که همون اکتیو شیلدینگ اینا که به کار میبریم که حالا جلوتر هم بحث میکنیم که بیاد این فرینچ فیلد رو تا اونجایی که امکان داره محدود بکنه به اون مگنت مورد نظر، خیلی تجاوز نکنه لازم متراژ و وسعتی که اونجا داره. نوع بعدی مقاومتی هستش، مقاومتی همون دقیقا شبیه مگنتی که ما میبودن سیم میچرخونه دور میخ، دو طرفش رو ورس میکنن به یه جریانی، این میتونه به عنوان یه مگنت عمل بکنه. بر اساس مقاومتی که داره ایجاد میکنه یه میدان مغناطیسی میتونه برامون به وجود بیاره. خب قیمت آنچنانی ما میتونه بگیم نداره، اگه بخوام وضعیتش رو بگیم وزنش هم سبک آنچنان وزن نداره، راحت میتونه شات آف براش اتفاق بیفته. ما توی میدان، ما توی امارایی که الان داریم چیزی به عنوان خاموش شدن وجود نداره. وقتی که درسته سلام، درسته که ما خاموش میکنیم، درسته که عمل خاموش کردن انجام میشه، این خاموش کردن مربوط به گرادیان ها هستش، خود مین مگنت ما خاموش نمیشه، ولی توی مقاومتی آره، وقتی که ما شاتافشو بزنیم کامل اون مگنت میخوابه. اما عدم وضعیتش توان مسافی زیادی داره. بعد اینه که خب اون فیلد استرنجی هم که داره، خب میدان مغناطیسی هم که تولید میکنه آنچنان دیگه قوی نیستش دیگه، نهایت حالا تو 0.2 تسلا خیلی بتونه لطف بکنه، نهایت تا 0.3 تسلا میتونه بره، که الان ما میتونیم یه فقط یه سری تکنیکای جنرال میتونه انجام بده، طرف بیاد یه برین انجام بده، یه اسپاین انجام بده بره، خیلی کاربرد دیگه ای نمیتونه داشته باشه. عامل بعدیش کولینگش با واتر، با آب انجام میشه، چون سوپر کانداکتیو نیستش آنچنان دیگه نیازش که من اینجا به هلیوم استفاده بکنم، با سوپر کانداکتیو من میتونم این کارو انجام بدم، ولی فرینچ فیلد بزرگی داره، میدان مغناطیسش فقط محدود به داخل بر نمیشه، فضای بیرون میدان مغناطیسی خیلی بزرگی داره و اونجاست که یک فکری باید برایش بردارن، که خب خوشبختانه با توجه به اینکه الان سوپر کانداکتیو ها اومدن دیگه نیازی به این کارش نیست که ما الان بخوایم روی یک میدان مغناطیسی مقاومتی بحث داشته باشیم. اما عامل بعدی و گل سرسبد ما که فعلا هر حرفی بخوایم بزنیم روی این سوپر کانداکتیو مگنت خلاصه میشه. یه توضیح ما قبلا دادیم که شامل یک سیم پیچی میمونه که ما داخلش میایم جریان اعمال میکنیم و یک میدان مغناطیسی موازی و همگن داخل به وجود میاره، که به این سیم پیچ ما میگیم سلنوئید. نوع خود اون سیمه میتونه از جنس نیوبیوم باشه که یک جنس خوبیه و میتونه به عنوان یک سوپر کانداکتیو عمل بکنه و در نهایت داخل کرایوژن شناور میشه یا همون هلیوم که بتونه دماشو ببره دمای صفر مطلق، که اونجا بتونه جریان بیشتری از خودش عبور بده. عبور جریان بیشتر یعنی تولید میدان مغناطیسی قوی تر. فضایی که کرایوژن توش قرار میگیره رو به عنوان کرایوستات میگیم. و اما میریم سر ادامه بحثش. یه میدان مغناطیسی بسیار قوی نسبت به روش‌های قبلی یا ورژن‌های قبلی تولید میکنه، بسیار همگنه نسبت به روش‌های دیگه. نه خودش رو الان بخوایم مقایسه کنیم، ما گفتیم یه سری مشکلایی مثل داره که باید با شیمی قضیه رو حلش کنم، ولی خب نسبت به روش‌های قبلی خودش میتونه یک میدان مغناطیسی همگن رو ایجاد بکنه. میزان توان مصرفیش کمه، یه مزیت. با توجه مشکلی هم که الان ما تو کشور داریم، هرچه اون دیوایسی که ما استفاده میکنیم، وسیله‌ای که استفاده میکنیم، میزان برق مصرفیش کمتر باشه، خب میتونه یک مزیت باشه. استناره خیلی قوی داره، با توجه که میدان مغناطیسی همگنه، خب مطمئنا میتونه استناره قوی رو نسبت به روش‌های دیگه ایجاد بکنه. نکته‌ای که بسیار مهمه فست اسکنینگ، این باعث میشه که من بتونم از این میدان مغناطیسی و از این مگنت هر جا که میخوام استفاده بکنم، ولی روش های دیگه این کارایی رو برای ما ندارن. اما خب هزینه نگهداری خیلی بالایی داره، چه بخوایم چه نخوایم همین شارژ کردن هلیومش مثلا
خیلی میتونه هزینه بر بشه. مثلا خود نگه داشتن اون مشکلی برای گرادیان ها پیش بیاد، هر دفعه این گرادیان ها رو بخوان تعویض بکنن، تعمیر بکنن، خیلی هزینه بره، به خصوص که اینجا هم انجام نمیشه. بردن و آوردنش ما تو بیمارستان فیروزگر میشه حتی دو هفته کار میخوابید. من شنیدم شما هم جایرو اسکن داشتید، این امارای جایرو اسکن داشت، درسته؟ ما همین رو داشتیم. الا ماشاءالله این مهندس یوسفی میمه از اینجا میکند میبرد فیروزگر نصب کرد، دوباره از اونجا میکند میبرد کلینیک پارسیان. کلا این دستگاه در حال گردش بود و سر تعمیرش اینا خیلی مشکل داشتن که بخوان گرادیان ها رو مثلا تعمیر بکنن. و خب پیچیدگی خاص خودشو داره. درسته که ما گفتیم این MRI کل تو کله، ولی خب این یک چیز ساده و شماتیکه، واردش بشیم این قضیه بسیار پیچیده تر از اونیه که ما فکرش میکنیم. خب و اما سوپر کانداکتور، گفتی پس ما یک فضای کرایوستات داریم که اینجا میبینید و داخل این هلیوم وجود داره و کوینچ پایپ ما که بسیار مهمه. یه بحث دربارش کردیم که مربوط به حالا باز شدن در اینا میشه، حالا میخوام بیشتر روی این زمینه ما انشالله بحث بکنیم. خب نئوبیوم تیتانیوم یا استفاده میکنن برای خودمون سلولوئید یا جنسمون فلزه، کرایوستات توضیح داده شد. هلیوم هدفش اینه که دما رو بیاره پایین، بتونه ببره مرحله سوپر کانداکتیو، جریان رو بیشتر از خودش عبور بده و میدان مغناطیسی قوی تری رو ایجاد بکنه. کرایوجن هم که توضیح داده شد که فضایی که در واقع عامل ایجاد شدن خنک شدندگی هستش. و اما بویل آف یا اون دمای جوشی که میتونه برای هلیوم اتفاق بیفته، هلیوم یا دمای صفر مطلق، حتی میگن 70 دمای 4 درجه کلوینه که میتونه اینقدر خنک باشه، اما وقتی که میاد توی این جریان قرار میگیره، عبور این جریان از این سوپر کانداکتورها باعث میشه که شدیداً گرم بشه و این عمل بخار شدن براش اتفاق میفته. وقتی که این بخار میشه از طریق کوینچ پایپی که اینجا قرار داره یک مسیر رو طی میکنه که معمولا میره وارد چیلر میشه، خنک میشه، برمیگرده. اگر چیلر از کار بیفته درجه این خاموش میشه، امار کار نمیکنه، چون حتما باید دمای خنک شدگیش رعایت بشه و اون چیلر هم باید چیلر باشه که توان خنک کردن این رو باید داشته باشه. محلی که میخوان هلیوم رو شارژ بکنه از همین پایپی که اینجا هست اتفاق میفته، که معمولا دقت کنید مهندسینی که میان اونجا این کار انجام میده اولین کاری که میکنن دستکش دست میکنن، چون سوختگی که ایجاد میکنه بسیار شدیده، پس باید حتما موارد ایمنی رو تو این زمینه رعایت بکنن. اما همگنی، ما گفتیم یک کانال داریم، یک و نیم متر حالا تا 2 متر میتونه طولش باشه. میدان مغناطیسی همگن من کجا داره ایجاد میشه؟ یک کره به قطر 40 سانتی متر که دقیقا توی مرکز قرار داره. یعنی این همه تلاش انجام میشه، این همه هزینه میشه فقط برای این کره 40 سانتی متری که بتونه یک میدان همگن رو فقط در همین ابعاد ایجاد بکنه. پس من میدان مغناطیسی کامل محدود به این ناحیه میشه. هر آبجکتی، بادی که من میخوام تصویر برداری بکنم باید دقیقا توی این مرکز قرار بگیره. این یونیفرمیتی با بیایم بررسی بکنیم ببینیم کجاها بیشتر به درد میخوره. حالا ما تکنیک های مختلفی داریم که استفاده میکنیم دیگه. بیشتر توی MRS کاربرد داره، یعنی ما توی حتی مثلا همین جایرو اسکنی که الان ماشاءالله داره از رده کاملا خارج شده، ما میتونیم همه چی باش بگیریم. حتی ما بخوایم MRCP شکم لگن، تمام اینا رو ما میتونیم باش بگیریم، ولی به هیچ وجه MRS رو من نمیتونم با این بگیرم. MRS میاد ساختار متابولیت رو بررسی میکنه، یعنی میاد فانکشن سلول رو به ما نشون میده دیگه. اون بود استراکچرال رو ما کامل میایم خارج میشیم. وقتی که داره فانکشن سلول رو داره میاد، متابولیت رو داره به ما نشون میده، یعنی میاد در بعد مولکولی میاد بررسی میکنه، تغییرات رو میاد شناسایی میکنه و به ما میده. لذا تو این زمینه من نیاز دارم که یک میدان بسیار همگنی رو داشته باشم تا بتونم اون تغییرات جزئی، کربن تغییر میکنه، فسفر تغییر میکنه، هیدروژن تغییر میکنه، بتونم اینا رو به خوبی شناسایی بکنم. پس اگر من میخوام لول بندی بکنم برای همگنی میدان،
MRS میشه حالا اون آخر، پرفیوژن DWI پایین تر هم، و در نهایت میایم اون اندام های معمولی که ما توی MRI استفاده میکنیم. پس این قطعه 40 سانتی‌متر رو باید ملاک قرار بدیم و سعی کنیم که همیشه توی مرکز قرارش بدیم. ما در زمینه فرینچ فیل به خوبی بحث کردیم که حالا یه بحثی بین جناب دکتر هاش قاسمی بود و جناب صدری، که ببینیم که آقا دقیقاً اون میدانه چجوریه و اون تریشورد رو ما باید شناسایی بکنیم. یکی ما میدان پنج گاوس داریم. میدان پنج گاوس همونی که شما تو اون ساختمانی که هستید باید محدودمون بشه، خارج اون ناحیه نباید وجود داشته باشه. خارج اون ناحیه مثلا یه وسیله سوزن چیزی میذاری، نباید یا نسبت به اون میدان تغییر شکل بده. عامل بعدی سی گاوس هستش که میبینه حدود میشه انتهای تخت. یعنی چی؟ این سی گاوس رو کجا باید مد نظر قرار بدم؟ اگر خدای ناکرده طرف وارد شد، چه بخوایم چه نخوایم اتفاق میفته، کارشناس هم تو اتاق شاید احتمال داره حواسش نباشه، بیمار بخشی میارن متصل به کپسول اکسیژن، تا یه حدی داخل میری هیچ مشکلی پیش نمیاد. اما وقتی که وارد این ناحیه شد دیگه قابل کنترل نیست، به یک حد همین شبیه آبشاری میدان مغناطیسی افزایش پیدا میکنه و توی چشم زدن این کپسول اکسیژن رو جذب خودش میکنه. پس شناختن اون ناحیه سی گاوس خیلی میتونه ملاک باشه. اینو آیا مثلا اینجا مشخص میکنه یا اینکه نه؟ من خودم تو آنچنان تو بخشا من ندیدم که بیان این خط قرمز مشخص بکنن که طرف که وارد میشه اون حد و مرزا رو برای خودش بدونه. حالا دونستنش به نظرم خالی از نوت نباید باشه، شاید اتفاق خیلی کم باشه بیفته، ولی این امکان داره که حتی اون طرفی هم که میاد مثلا حالا گاهی وقتا پرستار وارد بخش میشه دیگه، همیشه دست ما نیست بتونیم کنترل بکنیم، لاقا این پرستار این خط قرمز داره میبینه، یکم شاید مثلا براش جای سوال پیش بیاد الان قراره چه اتفاقی بیفته که اینجا خط قرمز گذاشته. پس ناحیه پنج گاز که میشه حدودن تو ناحیه‌ای که ما خودمون مرکز امار رو داریم و این ناحیه باید کامل کنترل بشه، که گفتیم برای اینکه بخوان کنترلش بکنن یه قفسه فارادی میان ایجاد میکنن، یه شیلی میان ایجاد میکنن که بتونن اونو محدود بکنن به ناحیه امارای، و در نهایت پرسنلم که میخوان وارد اون ناحیه بشن خیلی باید کنترل بشن. همیشه برای سارای لاماشا یا پزشک که بخواد بیاد، ما دیدیم که یه چاقو یا قیچی همیشه یا تیغ ایستاری همراهشونه. خیلی موارد ما اتفاق افتاده که داخل ام آر بیمار فینت کرده یا به خاطر همون تزریق ماده کنتراست. داخل ام آر تا اونجایی که امکان داره نباید بذاریم که بقیه پرسنل وارد بشن. یعنی ما میتونیم سری بیمار رو بذاریم تخت، همون تختی که سیاره میبره داخل، بیارمش بیرون انجام بشه. متاسفانه که همکارای ما حواسش نبود این کارو کرده بود، بیمار داخل بود، تیم پزشکی که حالا میزن کد 99 میزنن همه ریخت دادن داخل امار. فقط چقدر ما وسیله چسبیده بود به این دیواره مگنت داشتیم میکندیم، حالا چه بیمار که مرد، ولی خب اون اتفاق هم افتاد که خب خیلی نباید این اتفاقا بیفته، بیشتر باید تو این زمینه توجه صورت بگیره. ناحیه سیگوس هم بهتون گفتم که اون ناحیه تریشولد هستش که حتما ما باید رو اون نقطه بیشتر مد نظر قرار بدیم، به خصوص برای اون قطعات فرومگنتیک احیانه، حالا مثل کپسول هر چیز دیگه که میتونه فلز باشه و وارد اون ناحیه بشه. اگر ما بخوام تو این جدول یه خلاصه شده ازش بگیم که خب ببینیم که الان من این تریشولدار رو میدونم هر کدوم چه تأثیری میتونه داشته باشه، یکیش کارتای اعتباری آبربان که میخواد وارد بشه ناحیه 10 گوز، یعنی 5 گوز یکم طرفم بیاد وارد بشه تو اون ناحیه بین 3 گوز و 5 گوز میتونه اتفاق براش بیفته که کلا کارت بسوزه. و ناحیه لیمیتش گفتیم 5 گوز، پیس میکر توی ناحیه 5 گوز میگن وارد نباید بشه. البته ما میگن نباید وارد بشه، ما بیمار اومد بهش گفتیم که هیچ مشکلی نداری؟ گفت که نه خوبم. گفتیم خود خوبی؟ جراحی چی نکردی؟ گفت نه. گفتیم به خواب رو تخت. خوابی رو تخت کارش انجام دادیم رفت. دو روز بعدش داداشش بلند شد اومد، گفتیم مشکل دادی؟ گفت من پیس میکر دارم. گفتم که خب نمیتونم بگیرم. گفت چرا داداشم گرفتید؟
گفتیم خدایا حالا ما چی جواب اینو بدیم، چی کجا اون وقت ما واقعا ترسیده بودیم که اگر بیمار حالا اونجا فینت کرده و تموم کرده بود کارمون تموم بود. شانس ما بیمار قبل از اینکه بیاد امار رفته بود اون پیس میکر رو شارژ کرده بود، توان اون پیس میکر رفته بود بالا. حالا هرچی که مثلا پیس میکرهای امار کامپتیبل هم اومده، ولی خب این دیگه باید نامه متخصص قلب باشه، ما همینجور نمیتونیم کارو بکنیم. یعنی ورودش پس به اون ناحیه همراه میشه و مستقیم میشه با مرگ بیمار، لذا ما باید توی این موارد بسیار توجه داشته باشیم. ببینید جالبه میگه که اگر یه دستگاه 7 تسلا داشته باشید، اون خط پنگوس که ناحیه امن شما میشه طول حدود 23 متر داره. این 23 متر توی 3 تسلا میشه 15 متر، اونم یه طول خیلی زیادیه دیگه که ما این دفعه باید با اون شیلینگ هایی که میخوایم تا اونجایی که امکان داره این رو محدودش بکنیم. پس شیلینگ اینجا بسیار مهمه که الان میریم بررسی میکنیم که ببینیم چجوری میتونه به ما کمک بکنه. ما اومدیم گفتیم که شیلینگ برای اینکه انجام بشه یه پسیف شیلینگ داریم، یه اکتیف شیلینگ داریم. اکتیف شیلینگ که اومد بس شد، ما یه مین مگنتی داریم که بالای این مین مگنت میان یه بندیت دیگه قرار میگه که جریانش کاملا مخالف مین مگنته، یه میدان مغناطیسی ایجاد میکنه که مخالف اون میدانه و همو خونسا میکنه، اما کامل نمیتونه این کار انجام بده. و گاهی وقتا خب مین مگنت هم یا اون در واقع اکتیف شیلینگ یکم میذارن، میگه خب حالا با توجه به این اکتیف شیلینگی که من پیاده کردم، اون مهندس میاد حساب میکنه در واقع فیلد مپ رو که اندازه میگیره، میبینه از خود مگنت تا دیوار نیاز به 1.5-2 متر هم فضا داره که کامل محدود بشه به اون ناحیه. اما اگر نتونه این کارو بکنه، یعنی اون ناحیه اون فضا رو بهش تعلق نگیره، ناچار بیاد پسیف شیلدینگ استفاده بیاد، که پسیف شیلدینگ هم گفتیم یه ورقهای آهنی بسیار سنگینه که تا اونجایی که نباشه بهتره، اگر باشه خب هر دفعه بخواد دستگاه خراب بشه و من بخوام اینو هی جابجا بکنم کار بسیار مشکلیه، چه برای مهندسینی که میخوان تعمیر بکنن، چه برای اون نیرویی که داره اونجا کار میکنه. پس باید جوری باشه که ما بتونیم با استفاده از اون اکتیو شیلدینگ که داریم انجام میدیم و در نهایت اون وسعت استانداردی که بهش میدیم بتونیم قضیه رو حلش بکنیم. الان فضایی که شما دارید چقدره؟ فقط اتاق مگنت نه اون قبلی که جدید در زمینه شیلینگ چیزی نگفتن؟ شیلینگ یه پسیف شیلینگ گفتن باید ایجاد کنیم دیگه به خاطر فضای کوچیکش؟ بله چون این از این برم یه چند متر فضا میخواستن که نشد بهشون بدن، گفتن یه پسیف شیلینگ حتما میخواد. خب این جای تو تعمیراتش اینو خیلی اذیت میشه، نترالش معلومه چند متر بله ببینید. حالا این ما فقط رو این نمیتونه نظر بگیریم، خب اینا باید محاسبه بشه، اینا فیلد مپ دارن طراحی میکنن میگن خب با توجه به این من الان این وسعت رو میخوام. اون من دیدم اون در واقع پسیف شیلدینگ که میان اضافه میکنن خیلی سنگینه بزرگه جاگیره، ما اون در واقع اون کابینتی که داریم با داخل اون قرارش بدن دیگه. حالا این همیشه نیستش، هر دفعه مهندس میاد برای تعمیر این کابینت رو باید بلند کنه، این کاور رو باید بلند کنه، کارهای تعمیریش انجام بده. حالا شما حساب کنید یه پسیف شیلدینگ هم گذاشتید، اینا اگر بخواید جا به جا نه اون شما اون شیلدینگ که دارید میگید اون شیلی قفس فارادی هستش که از جنس مس معمولا دور خود مگنت قرار میگیره، معمولا دور خود اون مگنت قرار میگیره که محدودش بکنه، همونجا محدودش بکنه. توی دیوار تا حالا من ندیدم که کارو بکنه، تو شکلم کارم می‌کنم دارم من بهتون نشون میدم. قفس فارادی قشنگ ببینید این حالت قهوه‌ای شکل رو می‌بینید، میان با مس میپوشونن دقیقاً به همین شکل، سقف، کف، تمام دیوارها یه حالت کاملا مسی شکل پیدا میکنه که اینم ان شاءالله جلوتر رفته تو این زمینه بحث میکنه. اما اگر راه داره براتون ببینید، یه مشکلی که الان شما دارید، شما یه فضایی براش در نظر گرفتید، فضای امارای، یه دستگاه امار گذاشته میشه اینجا، توان آدمت آوتپوت این امار رو بخوایم در نظر بگیریم با توجه به وقتی که میگیره، روزی خیلی حرفه‌ای باشن 15 تا بیمار اگر بتونن کاور کنن که نمیشه، ما
یه شیفت صبح هست در نظر بگیریم خیلی بخواد 15 تا، ولی خب به نظر شما آیا میزان بیمارایی که میان به شما رجوع میکنه همین قدره؟ خب این امکان داره که فردا شما بخواید اینو ارتقا بدید، درسته؟ ما از آینده خبر نداریم دیگه، احتمال داره که فردا بخواید ارتقا بدید و یه دستگاه MRI دیگه کنارش اضافه بکنید. پس تا اونجایی که امکان داره این فضا رو اگر در نظر بگیرید، چون قفس فارادایی که فقط میخوان بزنن اینقدر هزینه بره و خراب کردن اون بیشتر از اینکه بخواد از نو بسازن باید براش هزینه بکنن دوباره اونو تعمیر بکنن، لذا در نظر گرفتنش حالا هم نکنه خالی از لطف باشه. چون اینجوری که من الان بیمار رو دیدم توی سی تی هولوش حالا 40 تا نوبت میدن، اما اگر ول کنن قمه کنن روز 70 تا هم بخوام بیان بعدشون نیاد، خب کاور کردنش شاید خیلی مشکل باشه تو این زمینه. خب پس اینم گفتیم توی شیلینگ هستش. نگاه کنید، ما یه میدان مغناطیسی داریم، میدان مغناطیسی بیرو، این باید محدود بشه. برای اینکه محدود بشه حالا من یکی میام که اکتیو شیلدینگ روش اجرا میکنم، یا اینکه پسیو شیلدینگ تو همین ناحیه من میتونم اونو از بین ببرم. و اما کوینچ، ببینید این یه میدان مغناطیسی یا امارای هستش که بیرون تو فضای آزاد قرار داره، کوینچ کرده و اینم گاز هلیوم که داره خارج میشه، رنگ سفید رنگه. توی بخش باشه توی امارای همین گاز توی اون فضا پخش میشه. اما نکاتی که وجود داره، سریع سوپر کانداکتیویتی از بین میره دیگه، اون میدان مغناطیسی کار نمیکنه و کرایجن شروع به بخار شدن میکنه دیگه، از حالت مایع خارج میشه، دمای اتاق سریع افت پیدا میکنه، کرایجن بالاخره خنکه، هلیوم خیلی خنکه، لذا دمای اون اتاق سریع افت پیدا میکنه. اگر تو اون ناحیه تماس داشته باشه پوست مطمئن از سوختگی خیلی شدیدی میده، چه برای بیمار مهندسین فرقی نمیکنه و حتما باید ما مانیتور اکسیژن داشته باشیم که ببینیم که آیا اون در واقع درصد اکسیژن تو اتاق تغییر پیدا کرده یا خیر. و دیگه آخرین مورد قبلا براش بحث کردیم، در حتما باید به طرف بیرون باز بشه، که چرا که اگر احیانا کوینچ اتفاق بیفته دیگه ما نمیتونیم در باز کنیم بریم داخل، به خاطر اون حالا میگیم وزن سنگینی که داره اجازه نمیده در باز بشه، انگار یه چیزی پشت در گذاشته. میریم سر گرادیات ها. ببینید یه نکته جالبی که ما تو این گرادیات ها داریم، حالا بیشتر من دانش خودم رو بررسی میکنم، من همیشه فکر میکردم که این گرادیان تو خود میدان قرار داره، تو خود اون مگنت قرار داره، در حالی که نه، این گرادیان توی باکسیه که توی کابینت روم قرار داره، یعنی بیرون تو اتاق اکویپمنت اونجا قرار داره و توسط حالا کابل‌ها و سیم‌ها میاد و اون کویل‌هایی که داخل میدان مغناطیسی هستش رو در واقع هادی میکنه، جریان بهش میده و میدان رو میاد تغییرش میده. این گرادیان کویل بیشتر در سرایی که ما داریم از اینه، خرابی زیاد داره و وقتی که ما نیاز داریم یک روش تصویر برداری خیلی سریعی داشته باشیم مثل قلب، ما نیاز داریم که حتما روی این زمینه بسیار فوکوس بکنیم، چون میشه گفت که خیلی از کار رو این قراره انجام بده. این گرادیانه که کمک میکنه حالا چه به کدگذاری که من بخوام سیگنال دریافت بکنم، کدگذاری کنم که از کجا داره میاد، بخوام فلو رو بررسی کنم، دی دبلیو آی رو بررسی کنم و بقیه موارد. پس شناخت این گرادیان خیلی میتونه به ما کمک بکنه. ببینید اون کویله، کویله، اما این کابینته، این پاوره، کل این پاور و کابینتی که داره کار رو انجام میده تو اتاق تجهیزاته. این در واقع میاد برق رو میفرسته، جریان میفرسته تو اون کویل. ما اومدیم گفتیم مثلا میاد میدان مغناطیس جهت محور طولی میچرخه در جهت محور عرضی قرار میگیره، گفتم اگر یه کل یه حلقه اینجا من قرار بدم هر دفعه میچرخه میاد راست این سیگنال تولید میکنه، درسته؟ گرادیان هایی که توی داخل میدان مغناطیسی اصلی قرار داره اینا هم همش کویله، یه سری سیم پیچه، اینا میاد دیتا رو یا میفرسته یا دریافت میکنه، یا اینکه نه یه میدان مغناطیسی میاد ایجاد میکنه که این میدان مغناطیسی بیاد میدان مغناطیسی اصلی منو تغییر بده و این دفعه من بتونم کدگذاریش کنم،
شناساییش کنم. اون پاوره بردش و تمام اجزای اون داخل این کابینت قرار داره. پس بیشتر ما فوکوسمون روی اون باید باشه. ببینید، پس اگر من الان یه مگنت یک بر داشته باشم که همون بر میدان مغناطیسی ما بشه، گفتیم وقتی که ما میایم بی زیرو رو اعمال میکنیم یه میدان مغناطیسی همگن در راستای این بر به وجود میاد. خب اگر در راستای این بر، حالا من کره رو فرض کنم، فرض کنید پر از آب، من الان اومدم داخل این، میخوام از این سیگنال بگیرم. سیگنالی که ازش میخوام بگیرم یه چیز ماتی بهم میده، یعنی همه اینا فرکانس چون یکسان دیگه نمیتونه مشخص کنه که فرکانس تک تک این پروتون ها هر کدوم مربوط به کجا میشه. انکودینگ، کودینگ فرکانس این گرادیانه انجام میده. یعنی چی؟ یعنی میاد یه میدان مغناطیسی اعمال میکنه، این میدان مغناطیسی کویل من اینجا، الان من یه میدان مغناطیسی بی زیرو اعمال میکنم، عذر میخوام بعد خطم هر کاری کردم که ذهنمو بگیرم و دستم با هم یکسان عمل کنه حریفش نمیشم. ذهنم همیشه حرفش 10 کلمه جلوتره، تا حالا هر کاری کردم خوش خط نشدم. خب این بی زیرو هستش، الان میدان مغناطیسی رو اعمال میکنه، تمام خطوط اینجا با هم همگنن. خب این کمک به من نمیکنه. چرا؟ من الان میام یک میدان مغناطیسی یک پارس عارف اعمال میکنم، یک کویلی هم میذارم اینجا، این میچرخه و در این جهت قرار میگیره، تمام اسپین ها میچرخن و در جهت محور عرضی قرار میگیرن. تا اونجایی که الان من میدونم، چون تمام این اسپین ها فرکانسشون یکسان بوده، الان چرخه در جهت محور عرضی، اشکال نداره. کل میاد یه سیگنالی دریافت میکنه، این سیگنال رو نمیتونه آنالایزش کنه، بگه خب من میشکنمش فرکانس های مختلف و هر فرکانسی به یک جایی تعلق داره، این کار رو نمیتونه انجام بده. میاد چیکارش میکنه؟ توی اون میاد یه سری گرادیان اعمال میکنن. گرادیان حالا به شکل ساده شما بخوایم در نظر بگیریم، فرض کنید من میام یه کویل رو تو این ناحیه قرار میدم، یه کویلی هم تو این ناحیه قرار میدم، دو تا کویل توی اون میان جریان اعمال میکنم. قانون دست راست که همیشه توی دبیرستان به ما آموزش من یادتونه، اگر من بیام از این جهت جریان بفرستم بالا، بیاد بالا، جهت جریان، جهتی که دستام داره خط چی میشیم، داره میدان بهم نشون میده، این داره میدان بهم نشون میده. اون یکی هم میام برعکسش اعمال میکنم که یه میدان مغناطیسی به این شکل بهم بده. الان میدان مغناطیسی بی زیرو من به این شکله. خب کاملا بی زیرو گفتیم توی یک خط قرار داره، کاملا همگنه دیگه. ولی وقتی که میدان مغناطیسی من توی مرکز میشه کامل بی زیرو، هرچه میاد طرف این کویل نزدیک میشه، میدان مغناطیسی قوی تر میشه. یعنی شما هر کویلی داشته باشی، دقیقا در همراستای کویل، در مرکز کویل بیشترین میدان رو داری و هرچه ازش دور میشی میدان مغناطیسی شما ضعیفتر میشه. لذا این یه حالتی به این شکل داره، حالت قرصی شکل داره، چون میدان مغناطیسیش موازی این بوده، داره تشدیدش میکنه، پس یعنی به اون میدان داره اضافه میشه. در جهت برعکسش این میدان مغناطیسی مخالف بی زیرو هستش، داره کم میشه، پس نشون میده که هرچی من میرسم به این ناحیه میدان مغناطیسیم کم میشه و در نهایت به این شکل دور که میشه دوباره میدان مغناطیسی کم میشه دیگه، فقط تو ناحیه مرکزش بیشتر میدان مغناطیسی رو داره، هرچی دور میشه میدان مغناطیسی کم میشه. حالا ما بیشتر این تیکه برای املاکه که همین هم نشون میدم بهتون، که گفته میشه ما در واقع این خط رو داریم که شما دارید ببینید. یعنی وقتی که من میام الان مثلا یه راستای گرادیانی رو توی جهت محور زد اعمال میکنم، در واقع یه گرادیانی دارم اعمال میکنم که باعث بشه که میدان مغناطیسی من جا به جای این فرق بکنه. یعنی چه فرق بکنه؟ تو این ناحیه من بی زیرو رو دارم، تو این ناحیه بی زیرو به علاوه جیه، حالا من این ناحیه رو گفتم، اینجا مقداری کمتر کمتر کمتر، این طرف من بی زیرو منهای جی رو دارم،
پس هرچی میدان مغناطیسی من فرق بکنه، این یعنی فرکانس لارمور ما که برابر با جایر منتریش و ضرب در بی زیرو، فرکانس چرخشی من داره فرق میکنه. پس الان وقتی که من میام یه پارس آر افی رو میتابونم، این پارس آر اف من شامل یک پهنای باند مشخصیه، فرکانس مشخصی داره، یا دقیقا تشخیص میده این فرکانس الان به کجا میخوره. اینکه شما میاید اسلایس انتخاب میکنید توی راستای زد، میگم فعلا باقی راستا رو کار ندارم، میای یه بلاکی میزه برای برین 15 تا اسلایس میذارید. این 15 تا اسلایس که شما دارید میذارید یعنی چی؟ یعنی هر اسلایسی فرکانسش داره فرق میکنه. با توجه به که فرکانس چرخشی اون ناحیه داره فرق میکنه، پس این دفعه آر اف هم که داره فرستاده میشه فرکانسش میاد با اون اسلایس مچ میکنه که بتونه فقط اون راستا رو تحریک بکنه. همین برای جهت های دیگه هم اتفاق میفته. الان من جهت زد رو گفتم، برای ایکس هم ما داریم، برای وای هم ما داریم، دقیقا همین کارو میکنه، یعنی میاد توی اون راسته ها هم تغییر میده. الان فقط من تغییر در جهت زد داشتم، حالا که تغییر در جهت ایکس داشته باشم، اون راسته فرکانس، این دفعه فرکانس های مختلف که دریافت میکنه، میگه خب این فرکانس در راسته بدن هر جزءش فرق میکرده. پس الان من میتونم تشخیص بدم که این فرکانس دقیقا مال کجای بافته، یا در راستای وای هم به همین شکله. این باعث میشه که این دفعه من بتونم یه تصویری داشته باشم که بتونم با استفاده از این کدینگ که دارم روش پیاده میکنم تشخیص بدم که جز جز فرکانسی که داریم دریافت میکنیم برای کجا میتونه باشه. اینجا نگاه کنید، دقیقا همون کاری کرده، دوتا کویل اعمال کرده. اگر در راستای میدان باشه تشدیده، در خلاف جهت میدان کاهشه. این هم الان راستای وای رو داره نشون میده که دقیقا همین خط رو ما داریم. نگاه کنید، کویله توی میدان مغناطیسی، این سوپر کانداکتیوه که داخل کرایوسل قرار داره، اینا کویله، هیچی دیگه نداره، فقط جهت میدان رو داره تغییر میده، کاملا عمدی و تنظیم شده که بتونه مشخص کنه الان این فرکانسی که داره میاد محدود به کجا هستش. بورد، پاور، تمام تجهیزات اون توی کابینت روم قرار داره. اگر کویل ما توی این ناحیه باشه، نگاه کنید همون قوسی شکل داریم، فقط این ناحیه 40 سانتی متری که برای من کاربرد داره که به صورت خطی یا داره کاهش پیدا میکنه یا داره افزایش پیدا میکنه. خب اما بریم سر مکانیزمی که چیکار میتونه انجام بده. یکی از مهمترین پارت های امارایی گفته میتونه گرادیان باشه، میتونه برای انکودینگ به کار بره، برای فلو، دیفیوژن، پرفیوژن، الاستیسیتی، تمام مواردی که تو امار داریم و ما کنتراست های مختلف تهیه میکنیم، این گرادیان هستش که داره به ما کمک میکنه. پس این که ما بیان روش فکر کنیم الان این گرادیان ما چه پاور چه دیوتی سایکلی داره، خیلی میتونه به ما کمک کنه. شما الان تو این زمینه چی براش انتخاب کردید؟ قبل از اینکه من توضیح بدم، الان میخوام وارد مهمترین پارتش بشم. شما الان میخوای امار انجام بدی، این گرادیان شما چه ویژگی باید داشته باشه؟ یه پاور داره، یه دیوتی سایکل داره و یک رای سایم یا اون اسلوریت هم داره. اینا باید دقیقا مشخص شده باشه. آیا گرادیانتون به عنوان دوال انتخاب کردید یا خیر؟ یا فقط همون گرادیان معمولی هر چی گفتن شما هم تصویری رو اسلایسی که می‌خوایم بزنیم دیگه، یعنی اگه بخوایم آکسیال کرونا ساجیتال بزنیم بسته به اون میایم نوع گرادیانمون انتخاب می‌کنیم. نه ببینید، ما بستگی ما اسلایس نمی‌گیم، ما بستگی به اون سکانسی که داره به کار میره اونجوری ما بهتون بگیم که میتونه برای ما کاربرد داشته باشه. شما الان کمپانی که بهتون درخواست دادید چیزی تو این زمینه بحث کردید باهاش که نوع گرادیانش چجوری باشه؟ ببخشید، دوال گرادیان. خب پس میریم جلو بررسی کنیم که ببینیم اصلا دوال گرادیان چقدر میتونه به ما تو این زمینه کمک بکنه و مانع از پرت انرژی میشه یه جورایی تو این زمینه. خب ببینید، همون حالت سیلندری داره، گرادیان دیگه در حالت در
کرایوستات قرار نداره. بیرون از کرایوستات داخل بر قرار داره، توی دمای اتاق عمل میکنه. کارش توی دمای اتاق انجام میده. فقط تنها چیزی که وجود داره این گرادیان، شما همین که شروع میکنید تصویر برداری کردن صدا رو میشنوید، این صدای بی پی که انگار در طرف داره موسیقی میزنه، این در واقع سویچینگ گرادیانه، نویزی که داره ایجاد میکنه. فقط صدا نیست، ویبره شدیدی هم داره، لرزش شدید داره. حالا این لرزش رو بخوان جلوش بگیرن، از مس یه غلاف مسی استفاده میکنن. تو اینجا مشکلی نداریم، ولی مشکلی که داره اینه که حرارتی که ایجاد میکنه ازش، و بعدی نویز صوتی که داره ایجاد میکنه. این دوتا رو با تو اونجا که امکان داره منیجش بکنم. پس در دمای اتاق کار میکنه و با توجه به مقاومتی هم که داره باعث ایجاد گرما داخل بدن میشه. برای خنک شدنش دیگه نیاز به هلیوم نداره، اینجا واتر کولینگ میتونه جواب بده که بتونه گرادیان رو خنک بکنه. و اما مورد آخر، شما یه اکتیو شیلدینگ گفتید برای میدان مغناطیسی اصلی، اوکی، تا اینجا مشکل نداریم. خود اینا اکتیو شیلدینگ داره، یعنی جوریه که اگر کویلی داره کار میکنه، این کویل نباید کاری به کویل های بالاتر خودش داشته باشه، یعنی به سمت بیرون که حرکت میکنیم ها، داخل نه، به سمت بیرون، چون این خودش میدان مغناطیسی داره، اینم باید اکتیو شیلدینگ براش بذارن که اون میدان مغناطیسی و اون سویچینگه تأثیر روی میدانهای دیگه نداشته باشن. یعنی چی؟ شما واجه ادی کارنت آشنایید؟ یه نوع آرتیفکته که بسیار اتفاق میفته و معمولا بین رادیولوژیست ها و تیم حالا رادیولوژی خیلی بحث میشه که این ادی کارنت چیه؟ چجوری میشه منیجش کرد؟ آیا دست تکنسیان یا نه؟ یا همین که اینجا مشکلی پیش میاد و ما بگیم مهندسین بیاین کارو انجام بدن. بریم جلوتر بررسی کنیم ببینیم به چه شکلی میتونه باشه. خب پس ما باید کاری بکنیم که این ادی کارنت یا اون آرتیفکتی که داره ایجاد میکنه رو بتونیم برطرف کنیم. خالق اثر اینه، این اسکلت شما، میدان مغناطیسی اصلیه که شما دارید میبینید، هیچ کارش نکردن، نه غلاف گذاری، چه فقط آوردن که روهمش کنن، و این هم سوپر کاندکتیو یا اون اکتیو شیلدینگیه که روی اون قرار داره و واقعا به نظر من قشنگه. پس یه گرادیان سویچین ما داریم. یعنی چی؟ ما اومدیم گفتیم توی میدان مغناطیسی میایم اینجور چیز رو اعمال میکنیم و یک میدان مغناطیسی به اون میده. سویچینگش دیگه برای چیه؟ یه بار دیفیز میکنه، یه بار دیفیز میکنه. چرا؟ این مرحله اول دیفیز میکنه برای انتخاب اسلایس و توی فرکانسی اینکودینگ با اسلایس اینکودینگ ما این کار انجام میشه. یه بار دیفیز میشه، یه بار دیفیز میشه. درسته؟ برای اینکه اسلایس مورد نظر انتخاب بشه توی مرحله فرکانسی اینکودینگ هم برای دریافت سیگناله. چرا این کارو میکنه؟ اگر نکنه چی میشه؟ آقا یه باره بزنه یه قطب، یه قطب چیه، یه مثلا لوب مثبت به امده تموشه بره. چرا؟ این باید هی نوسان داشته باشه، هی سویچین داشته باشه. اگر سویچین نداشته باشیم ما صدایی از گرادیان دیگه نداریم. دمو یه تقی میکنه تموشه بره، بیمار میخواد 10 دقیقه بعدش میاد بیرون، آرام میشه، میگیره میخوابه راحت. ولی همین سویچینگه باعث که بیمار اذیت بشه، این نویزه بیمار اذیت میکنه. چرا من باید این سویچینگو داشته باشم؟ دقیقاً قطع واسه. ببین این مثلا هی قطبه می‌بینی الان مثبته، دوباره میشه منفی، مثبت منفی، مثبت منفی. شما صدایی که توی ام آر دارید میفهمید به خاطر این سویچینگ گرادیان هستش. حالا ما سه جهت سویچینگ داریم دیگه، سه تا گرادیان داریم، ایکس وای و زد. به خاطر این تغییر جهتی که هی داره میده باعث میشه که اتفاق بیفته و این صدای نویز من داشته باشم. خب اگر لازم نیست خب نداشته باشیم، یعنی کلا همون جهت باشه و کار تموشه بره. وقتی یه بار انجام بدیم این شیب ایجاد میشه و دوباره تموم میشه، هی باید داینامیک باشه در حقیقت. یعنی ما یه بار که انجام بدیم خب این یه بار در اینا تاثیر میفته و دوباره برمیگردن سر جاشون. شما میدان مغناطیسی رو قطع نکردید که، همونجور میمونه. پس قانونا باید در همون جهت کامل بمونه. یکیش میشه این. ببینید شما وقتی که میاد یه اسلاید تصویر برداری میکنید، مثلا یه تی آر میزنید، خب الان میگه یه خط رو من میخوام پر کنم، اشکال نداره، سر این گرادیان فعال میشه و کدینگ انجام میشه.
یه ردیف فضایی کاپر میشه، میره سر تیار بعدی. تیار بعدی که میخواد انجام بشه، اون طرف دید که میومد روی شیشه ریش میریخ، نقاشی میکرد، نخ میکشید، بعد یه دست میکشید روش، دوباره همه رو یه نواخ میکرد، دوباره میکشید. این کار اونو انجام میده، یعنی دوباره همه رو میاد دست میکشه، یک نواختش میکنه، دوباره میاد اعمال میکنه گرادیان بعدی رو. اگر این کارو نکنه، گرادیان اول که اعمال شده، اینا یه سری تغییر فرکانس و فاز براشون اتفاق افتاده. خب الان که دوباره میخواد اعمال بشه برای آر بعدی، دیگه نمیتونه تشخیص بده، یعنی امکان داره میزان تغییر فرکانس و فاز بیش از اون حد طبیعی دیگه جلوه بکنه. این دفعه نمیتونه تشخیص بده که دقیقاً فرکانسی که من دارم دریافت میکنم مربوط به کجاست. یعنی چی؟ آقا جون من میخوام یه خطی رو پر کنم. اول کار من میگم یه تغییر فرکانسی با داشته باشم. اوکی، میاد خط اولو پر میکنه. این تغییر فرکانس که خط اولو داره پر میکنه، یه مقداری از بافت دیگه هم تاثیر برداشته دیگه، ولی من هدفم خط اول بوده. الان که من میخوام دوباره یک سیگنال تو خط دوم اعمال بکنم، اون فرکانس میاد به فرکانس قبلی که هیچ ربطی بهش نداشته، میاد به اون اضافه میشه. در نتیجه سیگنالی که داره میده اون سیگنال واقعی نیستش، ولی من توقع دارم قبل از اینکه من بیام پارس دومو اعمال بکنم، دوباره تمام بافت به حالت نرمال خودش برگرده و این دفعه دوباره اون تغییر رو روش اعمال بکنم. یعنی من اول میام به صورت کاملا دستی عمدن تغییر فاز میدم. این تغییر فاز میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه. تغییر فاز میده، اسپین ها باز میشن، قطب مثبتش اعمال میکنه، همین که هم فاز میشن یه سیگنال دریافت میکنه، خب دوباره ادامه پیدا میکنه، دوباره از نو. این الان دوباره وقتی قطب مثبتم و منفی مثبت رو دارم با هم اعمال میکنم، یعنی چه؟ یعنی بعد از یک دیفیزینگ که داری ایجاد میکنی با اون قطب، یا اون دوباره خونسرش کن، همه رو دوباره یکسانش کن، به حالت اول برش گردون، تو پارس بعدی که میخواد بیاد دوباره بتونه همین باز شدگی و جمع شدگی رو به اندازه کافی روش اجرا بکنه. میریم رو نمودار، من برای تو توضیح میدم. خب اما یه گزینه فستر گرادیانت داریم برای چیه؟ جایی که شما میخواد سرعت تصویر برداری بالا داشته باشی، سینمود میخواد باشه، به صورت زنده میخوای اون حرکت قلب رو ببینی، پس اینجا گرادیانت شما خیلی سریع باشه. یه جایی میزان قدرت گرادیان برای شما مهمه، که توی قدرت گرادیان رزولوشن بالایی بهتون میده. یعنی یه بافتی که تیتو شورتنینگ خیلی کوچیکی داره یا تیتو استار شورتنینگ خیلی کوتاهی داره، مثل میلین یا مثلا کلاژن ها، اینا نیاز داره اون گرادیان ها خیلی قوی باشه که بتونه یه تصویر خیلی خوب از اونجا به شما بده. میریم جلوتر ببینیم که اوضاع چجوریه. حرفی که شما زدید، ببینید من یک پارس عارف اعمال میکنم. پارس عارف که اعمال کردم، استایل سلک گرادیانم یا فعالش میکنم، یه قطب مثبت یه قطب منفی. قطب مثبتش چیه؟ که آقا جون میگه بیا فلان اسلایس مثلا یه مقطع از اینجا برام تهیه کن، اشکال نداره تهیه میکنه. اون لحظه که پارس RF هستش، ببین قطب مثبت فعاله. خب این الان یه مقداری تغییر فاز پیدا کردی که درسته، دیگه که من نیازی به اون ندارم. حتی امکان داره که این استایلی که اینجا هستش، استایلی کنارش هم درگیر کرده باشه، که یه آرتیفکتی به نام کراس تالک ما داریم که میاد استرات های کناری هم درگیر میکنه، همون پارس عارف. پس میاد چیکار میکنه؟ میاد قطب منفی رو اعمال میکنه، میگه خب الان تغییر فاز از بین ببر، همه رو برگردون تو فاز اولیه خودش. یه قسمت فرکانسی انکودینگ گرادیان داره یا گرادیان خانش، اینم هم دقیقا همینه. حالا این میتونه توی دو قطب اعمال بشه، سه قطب یا چهار قطب. فقط تنها چیزی که ملاکه اینه که سطح زیر منحنی، بالای منحنی با پایین منحنی باید با هم برابر باشه، که نگاه کنه این دوتا تیکه کوچیک اگه من بذارم کنار هم، حدودا برابر این تیکه بالایی میشه. الان تیکه منفی اعمال کرد، دیفیزین اتفاق افتاد، دوباره برعکسش اعمال میکنه، همفاز میشن، سیگنال دریافت میشه و دوباره همین ادامه پیدا میکنه که در نهایت برگرده به حالت اول خودش. توی فیز انکودی اتفاق نمیفته، چون برای اینکه من بخوام هر خط از فضای کار پر بکنم، یه ردیف فعال میشه، ردیف بالا پر میشه، گرادیان شدیدتر.
گرادیان مقداری ضعیف‌تر میشه، خط بعدی ضعیف‌تر میشه، خط بعدی و جایی که گرادیان صفره داره مرکز فضای کاپور میشه و دوباره همین روش ادامه پیدا میکنه به طرف انتها یا قطب منفی فضای کاپ. دوال موده بیریم جلوتر ببینیم که قضیه چیه اینا. ببینید خب میریم سر کانفیگوریشنش. یکی که گرادیان ما نیاز داریم که حتما قوی باشه که بخوایم رزولوشن خوبی برامون داشته باشه، بتونه در واقع یک پیک خیلی بالایی رو به اون نشون بده. عامل بعدی اینه که سریع بتونه به اون پیک برسه، این خیلی برای املاکه که بتونه سرعت گرادیان رو ببریم بالا. تو این شکل بخوایم نگاه کنه، ببینید این در واقع همون تغییر گرادیان هستش. تغییر گرادیان من دارم با دستشون میدم، الان پیک، الان پایینه. خب فاصله پیک تا بیاد به پایین این فاصله زمانی داره میبره. نگاه کنید الان گرادیان اعمال کردم قطب مثبت، این راست تایمه که دارین اینجا میبینید، یعنی زمانی داره صرف میکنه تا برسه به پیکش. اون طرف هم دوره فال تایم دارم، صرف میکنه تا برگرده حالت اولش و نهایت قطب منفیشو بیاد اعمال بکنه. پس اینجا قدرت گرادیان میتونه خیلی به من کمک کنه. سرعت گرادیان کجا میتونه بهم کاربرد داشته باشه؟ توی تصاویری گفتیم سرعت خیلی بالایی دارم، مثل حالا سینمود میتونه باشه یا دی دبلیو آی. 130 میکروثانیه رایز تایم میشه، خیلی زمان پایینیه، در حالتی که حالت نرمال معمولا 1000 میکروثانیه میذاره. 1000 تا 130 یه رقم خیلی فایشه تفاوتشون. پس ما باید در نظر بگیریم که اگر قراره، یعنی با توجه به کارایی که مثلا میره ام آر انتخاب میکنه، هدفش کارایی جنراله، خیلی مانور نمیده، میگه اون من رایز تایمش همون 1000 میکروثانیه هم باشه برام مهم نیست، من میخوام 4 تا اندام بزنم، اسپاین بزنم، برین بزنم، خب اشکال نداره این کار رو انجام میدم. اما با توجه به اینکه تکنیک ما خاص‌تر میشه، انتخاب ما هم باید خاص‌تر بشه. اون اسلو ریت ببینید داشتم سخنرانی های پروفسور لیپتون رو میدیدم، بعد خیلی باحاله، این یه وایت بورد دیجیتال داره نقاشی میکشه، بعد میگه خب این الان جاش اینجا بده، بعد میگیرتش میبرش میذارش تو اون یکی، بعد میخواد پاک کنه یه دست میزنه که بعدی میاد کنه اینجا ما یه نفر رو بزنیم که پاک کنه. ما قول حریف نشیم تو دانشکده که الان چند وقت مجازی هستش، من این پیشنهاد بهشون دادم، قیمت وایت بورد دیجیتال خوبش 10 میلیون بود. اون وقت من پیشنهاد گفتم بخرید، اگر کار ما آموزش نیازه باید بگیرید. الان تمام امکاناتی که اینجا داریم ما هم دانشکده نداریم، یعنی شما بهترین کلاس رو اینجا داریم برگزار میکنیم. ببینید من یه ناحیه پیک دارم که اسمشو میذارم پیک، یه ناحیه دارم رایز تایم منسش، درسته؟ مثلا تو این ناحیه 130 میکروثانیه زمان میبره تا برسه به پیک ما. خب شما گفتید چی؟ هر چی کوچیک‌تر باشه خوبه. خب اشکال نداره که من میام یه دستگاهی به شما معرفی میکنم، میگم رایز تایم اون عدد هول و هوش 65 میکروثانیه هستش، میشه نصف این، درسته؟ ولی به شما نمیگم که پیک من چقدره، یه پیک در این حد بهت میدم، این دستگاه بهش دردی نمیخوره. پس به خاطر این اومدن یه واژه جدید تعریف کردن به نام اسلو ریت. گفتن که چیه؟ تقسیم پیک بر رایز تایم، این دوتا به هم تقسیم بشه که این دفعه پیک هرچی بالاتر باشه و رایز تایم شما پایین تر باشه، این نشون میده که دستگاه شما قوی تره و سرعت خیلی بالاتری داره. که اینجا نگاه کنید الان من یه پیک 40 میلی تسلا پر متر داره، رایز تایمی که اینجا میبینید 250 میکروثانیه، تقسیم این شده 160. اینجا یه پیک خیلی ضعیف‌تری داره 15،
رایسایم هم که براش گذاشته 500 گذاشته بودم میشه 30 تست پر متر پر سکند. خب مطمئنا دستگاهی به این شکل خیلی میتونه قوی تر باشه. پس اینکه من فقط بخوام به رایسایم رسنده بکنم یا به پیکش، نه، باید ببینم اسلوریت اون چقدره، جدای اون باید ببینم دیوتی سایکل اون چقدره، میزان زمانی که دستگاه من در اوج کارکرد خودشه، یعنی دیگه زمانی رو صرف رایسایم یا اون فال تایم نمیکنه، خیلی زمانی رو صرف رایسایم یا فال تایم نمیکنه، یعنی درجه حالت پله‌ای داره، به این شکل جابجا میشه که توی ای پی آی اینا خیلی میتونه به ما کمک بکنه. میرین جلوتر اون چی جوریه. خب پس من اگه بخوام یه دیوتو سایکل موثر داشته باشم باید اون امپلیتیود یا اون پیکش رو در نظر بگیرم و اینکه very short spacing باشه، یعنی در حد اقل زمان ممکن بتونه به این پیک ها حالا چه منفی باشه چه مثبت باشه برسه. و کجا میتونه برام مهم باشه؟ توی PWI، توی FMRI، توی سینبود و این همواردی که بهتون گفتم، اینجایی که من نیاز دارم که یه رپید سلو ریت داشته باشه و یه های دیوتی سایکل داشته باشه که توی قلب خیلی برام کمک کننده داد، وگرنه ما شدیداً دچار موشن آرتیفکت میشیم، خیلی از تصاویرمون اوف پیدا میکنه، زمان بیشتری باید براش بذاریم که با توجه به میزان ورودی اون مرکز باید این موارد این پارامترها در نظر گرفته بشه. اما رپید گرادین سویچینگ باعث اوورهیتینگ میشه، چیزی کاملا عادیه، شما یه میدان مغناطیسی که هی داری تغییرش میدی باعث ایجاد گرما میشه. شما دقت کنی یه بیمار رو میبری توی همین جایرو اسکن داغون، اگه بری داخل میاریش بیرون میبینی عرق کرده، یعنی به این شدت این تعویض یا سویچینگ گرادیان میتونه روش تاثیر بذاره و بگه بیمار بگه من گرمم شده. اگر بیمار اینجاها دیگه ایمپلنت داشته باشه خب خیلی اذیت میشه، به جنس اون ایمپلنت خیلی مناسب نباشه میتونه بیمار رو اذیت بکنه. یه مورد دیگه پیشنت نروس استیمولیشن هست، اون تحریک عصبی که اتفاق میفته، نمیدونم تا حالا دیدید یا نه، بیمار حالت مورمور برش اتفاق میفته یا مثلا عضله پاش میزنه که این سویچینگ شدید یا مثلا تکنیک ای پی آی که شما میخوای اجرا بکنی این عوارض میتونه داشته باشه. خب بالاخره باید چیکار بکنی؟ ما یه ترید آفی رو با در نظر بگیریم، قدرت گرادیان چقدر باشه، سویچینگ چقدر باشه که من بتونم اون کار رو انجام بدم ولی با این حال این عوارض برای من نداشته باشه. و عامل آخرش ولتاژ های اون جریان های ناخواسته که میاد توی مگنت های دیگه ایجاد میکنه که باعث ایجاد ادی کارنت میشه. توی این گروه امارای ازش توی تلگرام بود اینو گذاشته بودن، عکسش گذاشته بودن، میگفتن این آرتیفکت چجوریه، شکلش هم یه جونه، حالا جلوتر من شکل بیام بهتون نشون میدم، شکلش هم یه جوری همش یه جور نیستش که بگم الان دقیقاً ادی کارنته، میتونه شکل‌های مختلف داشته باشه. بحث می‌کردن وارد نشدم، اما در آخرش به نتیجه نرسیدن که چجوری ما میتونیم این آرتیفکت رو شناسایی بکنیم. پس ادی کارنت توی سویچینگ های خیلی بالای اتفاق میفته و میتونه باعث بشه که اون تصویر ما کیفیتش افت پیدا بکنه، حتی اون رو تخریب بکنه کامل. اما برای اینکه بخوام ایدی کارنت رو از بین ببریم، یک که من باید شیلدینگ برای خود اون گرادیان بذاریم که بس شد، اکتیو شیلدینگ رو حتما باید براش بذاریم و اون جریانی که داریم استفاده میکنه اون جریان هم اپتیمایز بشه. هیچ کدوم از اینا کار ما نیستش، کار مهندسی، یعنی تکنسین، کارشناس، پزشک، کادر درمان هیچ نقشی تو این نمیتونه داشته باشه. شکلش رو نگاه کنید، الان دو تا ادی کارنت کامل، دو تا آرتیفکت کاملا متفاوته ولی جنسش هم ادی کارنت هستش که ایجاد شده. خب اما دوال مود، دو تا نشان واسه فکر میکردم که خب من اگه کارمند اینجا بودم تا حالا من اخراج کرده بودید. یه سری ویژگی‌هایی داره این امار، همش هزینه بره، یعنی هیچ کدوم بالاخره یه صرفه اقتصادی با داشته باشه. شما که در نقش مدیر بیمارستان هستید مطمئنا همیشه دو تا چهار تا میکنید، الان میگید خب هزینه ما اینقدره، از این دستگاهی که من قراره با این هزینه اینجا بذارم چقدر میتونم
درآمد داشته باشم. حالا هرچند درآمد مربوط اون بیت المال میشه، بالاخره با یه گریه بره بشه یا بعد از دوستان اون هزینه برگرده. ولی خب دکتر من میگم، من فقط تئوریشو میگم و چیزایی دیدم مهندسین باهاش کار میکنن و قضاوت نهاییشو من واگذار میکنم و تیم عزیزمون جناب دکتر شیرانی و شخص شما. ببینید بحث دوال مود معمولا توی امارای بخوام توی قلب بگیم، یه پیک که براش در نظر میگیرن پیک 200 هستش، 200 میلی تسلا بر متر، میگن این یه پیک خیلی مناسب و خوبیه. و اما خودمون استوریته میتونه متفاوت باشه، این میگن حالت دوال مود. یعنی اگر پیکش، اگر استوریت من حالت 1200 باشه، این یعنی گرادیان محشره، خیلی عالیه، سرعت خیلی بالایی داره، تصاویر زنده بهتون میده، کیف میکنید برای خودتون. اون وقت نمیدونید که به خودتون افتخار کنه آیا کار شما راست این تصویر برداری یا نه، یا دستگاهی که داره انجام میده. به نظر من دستگاهی که داره انجام میده، توان دستگاه رو داره میرسونه. ولی یه مدل دارم که همون توان داره، استوریتش رو میگم میذاره رو 600، نصفش میکنه، یعنی زمان طولانی تر طول میکشه برسه به اون پیکه. خب این برای پارالل ایمیجی، جاهایی که من میخوام یه فشار رزولوشن بالایی داشته باشم، بافت ها مثل بافت های همون میلین که گفتیم، یا کلاژن که تیتو شورتنینگ خیلی کوتاهی دارن، تیتو استار شورتنینگ خیلی کوتاهی دارن، اونجاها نیاز به یه گرادیان قوی داریم که بتونه برامو تصویر برداری بکنه. میگن دوال مود که شما وقتی که میای انتخاب میکنی، آقا جون دیگه همش نیاد بالایی رو انتخاب کنه، این قسمت بالایی داره شدیداً فشار میاره دستگاه، میگه خب زمانی که شما نیاز نداری گرادیان ضعیف‌تر براش در نظر بگیر که آنچنان فشاری بهش نیاد. پس این در واقع یک نوسان یا انعطاف‌پذیری بین داده‌ها هستش که بتونیم عمر دستگاه رو بیشتر بکنیم و هر وقت نیاز داریم به استوریت بالاتر، به یک مثلا سرعت بالاتر بالایی رو استفاده بکنیم، و هر وقت نیاز نداریم و نیاز به یه فشار رزولوشن بالاتر داریم پایینی رو در نظر بگیریم. اوکیه؟ ببینید وقتی که دوال گرادیان به قول شما مثلا میام بگم که دو تا کامیونیتی گرادیان در نظر بگیرن، خب ولی خب در حالت دوال مود به نظر شما نمیتونه جواب ما رو بده. اون میاد قدرت گرادیان میبرم بالا، کار ندارم ها. خب این چی؟ خب نوع گرادیان که مثلا شما پیکو منظور درسته، پیکو بیاره پایین‌تر، پیک پایین‌تر به درد شما نمیخوره. خب ببینید شما وقتی که میای پیک پایین‌تر انتخاب می‌کنی، گرادیان ضعیفو داری انتخاب می‌کنی. این در کل گرادیان قویه. شما میتونی نهایت یا ماکسیمم قدرتش رو استفاده بکنی الان، یا اینکه نه بهش مهلت بدی. به نظر من خود دوال مود خیلی میتونه بهتر به شما کمک کنه. چقدر دوال مود؟ خب پس اینم من دیگه توضیح دادم براتون. میریم سر گرادیان کویل ها. الان گفتیم یه میدان مغناطیسی کلی داریم، کویل گرادیان رو میبینید که تشریف میبره داخل این حفره قرار میگیره و در نهایت عارف کویلی که دوباره میاد داخل این قرار میگیره. اینه که میگیم کویل تو کویل تو کویل تو کویل، یعنی کویل هایی هستن که روی هم سوار شدن. سر نوزش توضیح دادیم. توی ای پی آی که سویچینگ خیلی بالایی داره، یا همین سینمود که سویچینگ خیلی بالایی داره، نوز خیلی شدید ایجاد میکنه و برای بیمار آزاردهنده است، حتی با اینکه شما ایرپد براش میذارید. آسانه تحمل یه گوش میتونه 140 دسیبل باشه که با علارسا با پیشرفتی که ایجاد شده تو این دیوایس ها، ما الان تکنیک هایی داریم که تا 118 دسیبل میاد نویز ایجاد میکنه، که همون توی تکنیک های سریع ازش که خیلی میتونه برای بیمار آزاردهنده باشه. پس حتما با نکات حفاظتی رو رعایت بکنن که ایرپد بذارن. خراب کردید
هی نرید بزنید رو تکرار. حواستون به بیمارم باید باشه که بیماری که الان اونجاست شدیداً داره اذیت میشه، جدای اون حرارتی هم که داره گرادیان ها تولید میکنه، چون اینجا دیگه واتر کولینگ فقط داره، بیش از حد گرم بشه بیمار داره اونجا اذیت میشه. بدون شر یا با شر؟ دکتر من با این خیلی خاطره دارم. من بچه که بودم خیلی بد بودم. هر دقیقا من اینو داشتم دیروز توی کامپیوترم نگاه میکردم، دقیقا مادرم اومد جلو چشام. یعنی هر دفعه من میدمش یه نگاش به آسمون بود، داشت به خدا، خدا یه نگاش به در بود که من میام. و ای فهمید که نظرم اینجا خیلی ها نظرم باید درود بفرستیم به مادرها که جز دعا کردن و هرس و جوش خوردن